آقای ظریف گفته شرم‌آور است بعضی ها بخوان رأی مردم رو با بسته غذایی بخرن. مگه بسته غذایی میدن جای رأی؟ کیو یاد سیب زمینی افتادم. یادم یه دوره نامزدی بود سیب زمینی میداد به جان خودم، یعنی همسایمون 17 تا گونی سیب زمینی گرفت، چجوریشو من نمیدونم، یعنی همه غذاهاشون سیب زمینی بود. اگر سیب زمینی گرفتن بچه شون هم باشگاه به دستاتی ثبت نام کرد. مال باشگاه گفت چند ماه میخوای بمونی؟ گفت تا وقتی که سیب زمینی همون تموم بشه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، دو سال، معلوم نیست. هر وقت سیب زمینی همون تموم شد اون آخرین روز باشگاهمه، چون دیگه بعد از اون تغذیه ندارم. قشنگ ازم دو سال خودی تموم شد تا تموم شد. یکی از جالبترین گذرا، البته بین خوشخیال و توهم، عبدالملکیه وزیر کار، همونی که گفت من با 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، یعنی 100 میلیون بدی 100 تا شغل، بعد شد وزیر کار، تش انداختنش بیرون. الان گفته از تحریم ایران خود آمریکا و غرب ضرر میکنم و تحریم ها برداشته میشه، ما ضرر نمی کنیم، هر چی ضرر مال اونا هست و مجبور میشن که بردارند. میگم کی بر میدارند؟ کی ضرر میکنن که بردارند؟ الان 20-30 سال تحریم ما، خلاقل یه تایم هم بهمون بده، بگو فلان تاریخ نا ضرر میکنن، فعلا هر چی ضرر مال ماست، ما داریم میکنیم، اونا کی ضرر میکنند؟ عبدالملکی مرد کارآفرین 1 میلیونی، حتی کلی مبلغ دینی، روحانی، آخوند، طلبه از طرف ستاد جلیلی رفتن توی روستاها و واسه جلیلی تبلیغ میکنن که به اون روستاهای عزیز بگن که اسلحه جلیلی، اسلحه کیه؟ پزشک، نه پزشکیانی، جلیلی، بله ما میدونیم جلیلیه. واسه چی اسلحه؟ یکی از دلایلی که اسلحه اینه که میخوا شما به گناه نیفتید، دشمن نفوذ نکنه تو از طریق موبایل، بله میخوا فیلتر کنه که ارتباطتون با دشمن قطع شه، بله ما میدونیم، محل ما مردان خدا هستیم و میدونیم اسلحه جلیلیه، نه پزشکیان نیست، اگه بود که بهتون میگفتیم، از نظر ما جلیلی اسلحه و نظر ما مهمه حتی، بله بهش رفت. مجید انصاری گفته ما رو هر بشکه نفتمون بین 15 تا 30 دلار تخفیف میدیم، یعنی روزانه حدود 26 میلیون دلار که میکنه ماهی 800 میلیون دلار که سالی حدود 9 میلیارد و 600، حالا یه دلار بیشتر تخفیف میدی که بشه 10 میلیارد دلار روند، سالی 10 میلیارد دلار، یعنی میکنه حدودی سالی 500 هزار میلیارد تومان. 30% فروش نفتمون حدودا تخفیف میخوره اصلا. بله اینم از برکات تحریم هست. هست میگن تحریم نعمته. این نعمتشه. اون نعمتش کجاست؟ قشنگی هست میگن بین 15 تا 30 دلار تخفیف. این نعمت قشنگ اونجاست. تو 15 تا 30 دلار خوابیده نعمته تو تخفیفش. یکی دیگه از بازنده های این انتخابات مدها بودن که اومدن خودشون، منبرشون، اعتقاد، اونو که فکر نمیدونم، خرج آقای قالیباف کردن تو انتخابات، تش یه نه هم مردم شنیدن و قالیباف با این همه تبلیغ مدهای مرکز 3 میلیون خوردی رای بود. به خودتون بیایید چی کار کنیم با خودتون؟ این همه مدعا جمع شدید 3 میلیون خورده، چه نهی هم مردم شنیدید. اینم عاقبت اونایی که منبر امام حسین رو هزینه اشخاص میکنن، اعتبارشون از دست خواهند داد و دادن. به خودتون بیایید، گرچه حقتون.
میگم واسه چه این محقق ها نظراتشون شبیه هم دیگه نیست. الان یه عده محقق گفتن اونایی که قهوه میخورن نسبت به اونایی که قهوه نمیخورن نمیمیرن. نه نه نه، میمیرن، کمتر میمیرن، آن بیشتر عمر میکنن. البته گفته هنوز قطعی نیست، ولی اون چیزی که توی 16 سال تحقیق کردیم همینه دیگه. یعنی واقعا نمیمیریم و من نمیخورم. والو زنده بمونی که چیکار کنیم؟ شاهد فیلترینگ باشیم، محدودیت بیشتر. یعنی اگه یه سال بیشتر زنده باشیم اینجا، یه سال بیشتر فیلتریم، محدودیم. آره من نمیخوام. چی بخوریم که زودتر بمیریم؟ متضاد قهوه، آنوشابه، گازدار، ویکسی، او نمیکشه. زاکانی شهردار انقلابی، لودر انقلاب، نامزد پوششی، بعد از اینکه مرخصیش واسه اون آیتمی که پوششی بود تموم شد، حالا دوباره مرخصی خواست. بهش گفتن خب باز واسه چی مرخصی؟ تو که مأموریتت واسه پوششی بودن تموم شد، با شکست. گو میخوام. حالا گرچه بود و نبود زاکانی تو شهرداری فرقی نمیکنه. تازه نبودش به نفع شهرداری، به جان خدا. جلیلی من اگه جا تو بودم نمیذاشتم زاکانی واسم تبلیغ کنه. یعنی حضور زاکانی در هر میتینگ تبلیغاتی واسه تو باعث ریزش آراته، چون تو اون تایم مناظرات و تبلیغات هیچ حرف راستی نزد. یعنی هرچی حرف زد علیکی بود، دروغ بود، بهش عمل نکرد، حتی نظر واسه تبلیغ کنه. عباس عبدی میگه اگه زاکانی و قاضی زاده نامزدهای پوششی جبهه انقلاب و اصولگرا نبودند، کار آقای جلیلی تو همون مرحله اول تموم شده بود، باخته بود دیگه. و اگه میبینید مرحله اول تونست دوم بشه، به خاطر ای دوتاست. مرهون تلاشای ای دوتا پوششی عزیزه که به آقای پزشکی ها حمله میکردن و نمیذاشتن. آره سپر شده بودن واسه آقای جلیلی، ولی تو مرحله دوم دیگه چون نیستند، آقای جلیلی تنهاست. آره یکم کارش سخت میشد. کاش کی میشد یه پوششی کمکی با خوش ببره، مثلا زاکانی ببره. من رئیس جمهورم نمیدونم چی. آره واقعا واسه چیز خوبه زاکانی، از حق نگذریم. حتی حسن کرد میهن یکی از اون عزیزانی بود که تو حمله به سفارت نمیدونم کنسولگری عربستان، آره این هم بود. حالا حضورش چجوری بود من نمیدونم، ولی بود. الان گفته به پزشکی ها رأی ندهید. من جلیلی رو 20 سال میشناسم، اگه به پزشکی ها رأی بدید این قوم آجوج و ماجوج و ظریف سر کار میان. اگه میخواید قوم که دقیقا یا جوج و ماجوج سر کار نیان، به پزشکی ها رأی ندید، به جلیلی رأی بدید. جش حسن کرد میان، از سفارت جدید چه خبر؟ نیت نداری باز؟ آه نه، ما باید گفتگو کنیم. او کار نم شاید.